بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش دیگری از آموزش مجموعه مهارت های نرم افزاری برای اپیدمیولوژیست ها به بررسی آزمون آنالیز کواریانس یا همون آنکووا میپردازیم. سعی ما بر اینه که منطقی تصویری و تفسیری از این آزمون ها ارائه دهیم، هرچند در گام های بعد ما کار با نرم افزار و بررسی خروجی آنالیز ها رو هم بررسی خواهیم کرد، اما در گام اول می خواهیم که دانشجو منطق این تست رو به خوبی و روشنی فهم کنه. به همین خاطر اپروچ و رویکردی بسیار ساده به موضوع داریم. بایستی بدونیم که آنالیز کوواریانس ترکیبی از آنالیز واریانس و همبستگی یا رگرسیون. برای فهم آنالیز کوواریانس لازمه که فرد قبلش دو تا آزمون آنالیز واریانس و همبستگی رو خوب فهم کرده باشه، منطق تست ها رو دیده باشه. به طور خیلی ساده من اینجا در 4 تا گراف آنالیز واریانس و همبستگی رو جداگانه آوردن و ترکیب اونها رو که میشه آنکووا. در گراف اول میبینیم که ما یک توده واریانس یا ابر واریانس کلی داریم، یه متغیر وابسته، فرض کنین فشار خون، وزن، چربی خون یا هر چیز دیگه. هر نقطه نشانه مقدار یک فرده. در اینجا آنووا میاد این ابر کلی واریانس رو بر اساس یک متغیر کیفی تقسیم میکنه، تفکیک میکنه. در آنالیز واریانس ما دنبال این هستیم که آیا این توده کلی واریانس یک توده منسجم و یک دسته یا واقعا سه تا گروه یا گروه های منفک از هم هستن. خب پی ولیو میزان فاصله این سه تا ابر رو به ما نشون میده که حداقل یکی از بقیه تفاوت معنیدار داشته باشه، فاصله معنیداری داشته باشه. به این معنیه که فاکتور یا متغیر کیفی تأثیر داره، یعنی سه تا گروه هستن، واریانس از هم دیگه جدا هستن، یک توده کلی نیست. در این قسمت میبینیم که ما دنبال در کوواریانس یا همبستگی دنبال همبستگی یا ارتباط دو تا متغیر کمی با هم دیگه هستیم. در اینجا هرچه کشیدگی و شیب داشته باشیم نشانه اینه که متغیرها با هم دیگه همبسته هستن، و هرچه خط شیب کمتری داشته باشه و یک توده یکسانی داشته باشیم بی شکل، نشانه اینه که همبستگی بین دو تا متغیر کمی وجود نداره. خب حالا از ترکیب این دو تا آزمون آنالیز کواریانس درست میشه. در این گراف 4 میبینیم که اولا همبستگی دوتا متغیر کمی رو با هم دیگه میبینیم، و در ثانی ما این همبستگی رو بر اساس یک متغیر کیفی یا فاکتور شکسته ایم، تفکیک کرده ایم. این میخواییم همزمان روی متغیر وابسته اثر متغیر کمی رو ببینیم و متغیر کیفی یا فاکتور رو. به عبارت دیگه آنالیز کوواریانس آنالیز واریانسیه که در اون اثر یک کوواریت یا متغیر کمی کنترل میشه. پس تا اینجا ما به طور ساده فهمیدیم که در آنالیز کوواریانس دنبال چی هستیم، و ما در قسمت‌های بعد در خروجی آزمون‌ها در نرم‌افزارها فهمیدیم دید که اثر کوواریت برای ما گزارش داده میشه، هم متغیر کمی که این شیب خط تعیین کننده اون هست، و اثر فاکتور یعنی گروه ها، چه اندازه این گروه ها واقعا از هم دیگه منفک و متمایز هستن، معنیدار هست یا نه. هرچی این فاصله ها بیشتر باشه از هم دیگه به این معنیه که فاکتور اثر داره، و هرچه شیب خطوط
به زاویه 45 درجه نزدیکتر باشه، نشان اینه که همبستگی هم بین متغیر کمی و متغیر وابسته وجود داره. خب در اسلاید بعدی سناریوهای مختلفی در خروجی آنکوا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اگه از متغیر کیفی یا فاکتور صرف نظر کنیم، صرفا اثر متغیر کمی رو روی متغیر وابسته ببینیم، شما این روی گراف فرض کنین، اینجا متغیر وابسته و اینجا متغیر مستقل که یک کووریت یا متغیر کمی هست. در اینجا چون خط ما شیب داره، به این معنیه که متغیر کمی ما روی متغیر وابسته اثر داره، یعنی کووریت اثر معنیداری تو مدل داره. در مقابل در گراف پایین ببینیم که با یک خط موازی یا بدون شیب مواجه هستیم، به این معنی که کواریت ما اثری روی مدل نداره. در اینجا ما دو تا نقطه اکستریم رو انتخاب کردیم. کمتر در آنالیزهای واقعی ما با همچین گراف هایی مواجه هستیم، منتها برای فهم اونها ما اومدیم نقاط خیلی اکستریم رو انتخاب کردیم که فهم که فرد به سادگی منطق اونها رو فهم کنه. خب در دو تا گراف بعدی ما اومدیم اثر کواریت رو حذف کردیم، یعنی خط موازی داریم، شیبی وجود نداره. در مقابل اثر فاکتور رو میبینیم، یعنی یک کواریانس کلی شکسته شده به دو تا گروه. هرچه فاصله این گروه ها از همدیگه بیشتر باشه، به معنی اینه که فاکتور اثر معنیداری داره. این دو تا گروه مجزا هستن، منفک هستن از همدیگه. در قسمت پایین می‌بینیم که خطوط خیلی به همدیگه نزدیک هستن، دو تا گروه کواریانس خیلی نزدیکی دارن نسبت به متغیر وابسته. پس اینجا به این معنیه که فاکتور اثر معنیداری تو مدل ما نداره. در این قسمت ما اثر دو تا رو با همدیگه می‌بینیم. در اینجا هم دو تا گروه از همدیگه جدا هستن، برعکس این یک خط نداریم، بلکه گروه خطوط از همدیگه جدا هستن و این فاکتور اثر معنیداری روی مدل داره. و همزمان خطوط ما شیب دارن، یعنی ارتباط مثبت معنیداری بین متغیر وابسته و کواریت کمی ما، متغیر کمی ما وجود داره. در قسمت پایین اثر فاکتور خیلی کم رنگه یا وجود نداره، برای اینکه خطوط خیلی به همدیگه نزدیک هستن و دو تا گروه نمیشه گفت که گروه های منفک و مستقلی از همدیگه هستن. بنابراین میشه گفت که یک گروه میتونیم فرض کنیم اونها رو، در حالی که متغیر کمی کواریت ما روی مدل اثر داره به خاطر اینکه شیبی به واریانس کلی ما داده. و در قسمت آخر ما اینتراکشن داریم، یعنی هم متغیر کمی فاکتور تو مدل اثر داره و هم متغیر کمی همبستگی داره با متغیر وابسته ما. چرا میگیم اینتراکشن؟ برای اینکه برعکس این حالت که اثر متغیر کمی روی متغیر وابسته هیچ ارتباطی به فاکتور ما نداره و در هر دو فاکتور یه اثر داره، اینجا بر اساس اینکه کدوم فاکتور باشه اثرش روی متغیر وابسته متفاوته. بنابراین اینتراکشن داریم و ما در گام‌های بعد نشون خواهیم داد که در چنین مدلی اثر فاکتور، کواریت و اینتراکشنشون در مدل چه اندازه هست. خب من در قسمت اول به همین اندازه اکتفا می کنم. امیدوارم که تونسته باشم دید کلی از این آزمون پرکاربرد آماری به مخاطب داده باشم. در گام بعد انشاءالله در نرم‌افزار استیتا با دادهای واقعی به صورت گرافیکی و آنالیز کمی آزمون رو انجام خواهیم داد و خروجی تست ها رو هم با هم دیگه تفسیر خواهیم کرد. همچنین در گام بعد اگر فرصتی بشود در نرم‌افزار SPSS هم چون کاربرد بالایی داره همین آزمون رو تکرار خواهیم کرد. خب امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما قسمت های دیگه مطالب دیگه رو در کانال زیر قرار خواهیم داد. تا قسمت دیگه همه شما رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.